اینجا اورشلیم، رادیو پیام اسرائیل. وزیر دفاع حکومت ایران میگوید که به دستور علی خامنه ای همه برنامه های عملیاتی لازم برای انهدام اسرائیل آماده شده است. همگان میزان واقعیت این گونه یاوه‌سرایی های رژیم را می توانند به آسانی ارزیابی کنند، ولی بسیار تأسف می خوریم که چرا خامنه ای برای نابودی کرونا دستور عملیاتی صادر نکرده است. اسرائیل سر جای خود قرار دارد و تکان نمی خورد، ولی این کرونا است که هر روز بیشتر می کشد و واکسیناسیون هنوز آغاز نشده و افراد بیگناه همچنان جان می بازند و یا در بستر بیماری با این ویروس دست و پنجه نرم می کنند. امروز یک شنبه 17 اسفند ماه سال 1399 خورشیدی، 7 ماه مارس سال 2021 میلادی و 23 ماه آدار از سال 5781 ابریس. فشرده شماری از مهمترین خبرهای روز را به آگاهی شما میرسانیم. امیر حاتمی وزیر دفاع حکومت ایران مژده داد که به دستور علی خامنه ای برنامه عملیاتی برای حمله گسترده به اسرائیل به هدف نابودی این کشور آماده شده است. او همچنین گفت که رژیم ایران به آسانی می تواند تل آویو و حیفا را که بزرگترین شهرهای اسرائیل هستند منهدم کند. این تهدید را پیشتر حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان عنوان کرده بود. این تهدیدها در واکنش به هشدارهای سران اسرائیل است که در هفته‌های اخیر بارها گفتند که اگر تلاش رژیم ایران برای ساخت بمب هسته‌ای در آستانه نهایی قرار گیرد و جامعه بین‌المللی اقدامات پیشگرانه را انجام ندهد، اسرائیل برای حفظ موجودیت خود به ناچار و به طور مستقیم وارد عمل خواهد شد. یک زندانی پیشین آمریکایی در زندان اوین نگهداری می‌شده فاش ساخت که یک یهودی ایرانی نیز به جرم آن که چند سال در اسرائیل زندگی کرده به 10 زندان محکوم گردیده و در اوین نگهداری می شود. حسن روحانی امروز یک بار دیگر خواستار آن گردید که ایالات متحده هرچه زودتر به برجام بازگردد و تحریم ها را متوقف سازد. دیدار موفقیت آمیز پاپ اعظم از عراق و استقبال گسترده و گرمی که از او به عمل آورد، با ابراز خشم روزنامه کیهان تهران روبرو شد که دیدگاه های علی خامنه ای را باستاب می دهد. ولی روزنامه جمهوری اسلامی نوشت که آیت الله علی سیستانی بدون آنکه رهبر رسمی یک کشور بوده و ارتشی و یا تلویزیونی داشته باشد، در چنان مقام عالی رهبری دینی قرار دارد که پاپ اعظم کاتولیکای جهان به دیدار او می رود. آگاهان گفتند که این واکنش اشاره‌ای به علی خامنه‌ای می باشد که در ایران همه قدرت را به دست دارد، ولی در جهان اسلام و تشیع کسی به او اعتنا ندارد. و در مورد کرونا، در اسرائیل مراحل واکسیناسیون به پایان خود نزدیک می شود و از امروز یک شنبه بسیاری از نهادهای بازرگانی، فرهنگی، اجتماعی به روی افرادی که هر دو واکسن را تزریق کرده اند بازگشایی می شود، ولی در ایران تا کنون تنها 1% از مردم واکسینه شده اند و هنوز معلوم نیست مرحله گسترده واکسیناسیون چه هنگام آغاز خواهد گردید. به موازات این واقعیت تلخ، حکومت همچنان به انتشار آمار دروغین در مورد شمار واقعی قربانیان و مبتلایان ادامه می دهد. مشروح این خبرها را همراه با گزارش های بیشتری در رابطه با اسرائیل و ایران و مطالبی که به هر دو کشور مربوط می شود در این مجموعه یک ساعت خبری به آگاهی شما می رسانیم. تیم همکاران امروز ما شامل آقایان بابک اسحاقی، مرتضی لطفی و دکتر عبدالله قره‌گزلو می باشد. با ما همراه باشید. به این برنامه خوش آمدید. یک شنبه همگان در ایران، اسرائیل و دیگر نقاط جهان با نیکویی و آرامش آمیخته باشد. همراه با همکارانم این مجموعه خبری را به آگاهی شما می رسانیم. وزیر دفاع حکومت اسلامی ایران ادعا کرد که رژیم برنامه نظامی خود را برای نابودی اسرائیل تنظیم و تکمیل کرده و اگر به گفته او اسرائیل غلطی بکند، رژیم ایران به آسانی قادر است تل آویو و حیفا را که دو شهر بزرگ اسرائیل هستند با خاک یکسان کند.
ادعای نظامی امیر حاتمی وزیر دفاع رژیم ایران در واکنش به سخنان اخیر سران اسرائیل است که یک نوا گفتند که اگر رژیم ایران به تولید بمب هسته‌ای نزدیک شود و جامعه جهانی نتواند جلوی او را بگیرد، اسرائیل ناچار خواهد شد به دفاع از خود برخیزد و در چارچوب آن تأسیسات اتمی رژیم ایران را منهدم خواهد کرد. این نخستین بار است که وزیر دفاع رژیم ایران و یا هر شخصیت دیگری در آن کشور ادعا می کند که نقشه‌ای برای نابودی اسرائیل تهیه و آماده کرده است. گفتنی است که یک سوم از اهالی شهر حیفا عرب مسلمان هستند و رژیم ایران اگر حیفا را مورد حمله قرار دهد، جان این افراد نیز به خطر خواهد افتاد. خامنه ای چند سال پیش گفته بود که اسرائیل در ظرف 25 سال آینده نابود خواهد شد. این پیشبینی او همانند اظهاراتش دائر بر اینکه سال 1399 خورشیدی سال جهش اقتصادی خواهد بود مورد تمسخر قرار گرفت. نظامی امیر حاتمی در واکنش به هشدارهای نخست وزیر، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل گفت گاهی رژیم صهیونیستی حرفای گنده تر از دهان خود می زند و حکومت اسلامی ایران را مورد تهدید قرار می دهد. و این در حالی که می داند و اگر نمی داند بداند که اگر غلط زیادی بکند ما تلاوی و حیفا را با خاک یکسان می کنیم. ژنرال نیروهای ذخیره و وزیر دفاع اسرائیل بنی گانس در یک مصاحبه تلویزیونی که دو روز پیش آدینه پخش شد نقشه ایران نشان داد که در آن محل استقرار انبارهای موشکی حزب الله لبنان قرار دارد که همه آنها را از ایران دریافت کرده و حکومت ایران تصور می کند که می تواند به حزب الله دستور دهد آن موشک ها را به سوی اسرائیل شلیک کند. شخص حسن نصرالله سرکرده حزب الله لبنان نیز چند ماه پیش تهدید مشابهی مطرح ساخته و گفته بود که با کمک موشک‌های نقطه زن که از رژیم ایران دریافت کرده به آسانی قادر است شهر و بندر حیفا را که بزرگترین مرکز صنعتی و بازرگانی اسرائیل است نابود کند. ژنرال بنی گانس گفت که اسرائیل برای آنکه آمادگی همیشگی به هدف پاسخگویی به تعرض رژیم ایران و حزب الله لبنان را داشته باشد، برنامه‌های عملیاتی خود را مرتباً به روز می‌کند. امیر حاتمی که در یک همایش دینی در تهران سخن می‌گفت، ادعا کرد که رژیم ایران ناچار بوده خود را قدرتمند سازد تا دیگران نتوانند به این رژیم زور بگویند. این ادعا در حالی مطرح می شود که رژیم ایران از روز اولی که به روی کار آمد از نابودی اسرائیل سخن گفت و اکنون سالیان درازی است که با اعطای میلیاردها دلار کمک مالی و تسلیحاتی به سازمانهای ترور و با به راه انداختن جنگهای منطقه‌ای می کوشد هدفهای امپریالیستی خود را پیش برد. امیر حاتمی در دنباله سخنانش گروههای ترور موسوم به جبهه مقاومت را یکی از بازوهای قدرت خود خواند. این گروه ها شباهت زیادی به نیروهای مسلح فرانسوی به نام لژیون خارجی دارند که در دوران استعمارگری فرانسه در شمال آفریقا به عنوان بازوی جنگی آنها به کار گرفته می شد. برخی فرماندهان ارتش اسرائیل هشدار دادند که اگر حزب الله لبنان به تعرض موشکی علیه اسرائیل دست بزند، واکنش کوبنده اسرائیل موجب خواهد شد که لبنان به عصر حجر بازگردد. در واکنش به تهدیدهای نصرالله و علی خامنه‌ای که گفته بود دستور می‌دهد تل آویو و حیفا نابود شود، نخست وزیر اسرائیل هفته پیش گفت آنها نه تنها به اجرای این برنامه موفق نخواهند شد، بلکه آنگاه آخرین باری خواهد بود که رژیم ایران بتواند سالگرد انقلاب خود را جشن بگیرد. حسن روحانی امروز یک شنبه با وزیر خارجه ایرلند دیدار کرد و وزیر خارجه ایرلند به عنوان واسط و تصیح کننده شورای امنیت سازمان ملل در رابطه با قوانین هسته‌ای به تهران رفته است. روحانی در این دیدار گفت حکومت ایران تنها طرفی است که برای برجام هزینه پرداخت کرده است. وی خطاب به وزیر خارجه ایرلند گفت فعال شدن برجام به عنوان یک توافق چند جانبه منوط به لغو تحریم‌ها از سوی ایالات متحده آمریکا و ایفای تعهدات کامل همه اعضای آن است. خبرگزاری ایسنا در تهران طی گزارشی در این زمینه نوشته است وی در دیدار خود با روحانی خروج آمریکا از برجام را یک اشتباه تاریخی خواند و گفت دولت جدید کشور
مصمم به بازگشت به برجام است. حکومت ایران تا کنون از شرکت در نشست جهت احیای برجام خودداری کرده، گفته است دولت جدید این کشور مصمم به بازگشت به برجام است. حکومت ایران تا کنون از شرکت در جلسه برای احیای برجام خودداری کرده، اما بنا به گفته منابع آگاه در اروپا از انصراف بریتانیا، فرانسه و آلمان از سر قطعنامه علیه تهران در جلسه اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای آغاز گفتگوهای غیر رسمی چراغ سبز نشان داده است. یک پژوهشگر چینی تبار که به اتهام جاسوسی به سود ایالات متحده در زندان ایران بوده، برای یک روزنامه اسرائیلی فاش ساخت که در دوران زندان با یک یهودی ایرانی آشنا شده که به جرم سفر به اسرائیل و چند سال زندگی در این کشور و سپس بازگشت به ایران به 10 سال زندان محکوم گردیده است. این پژوهشگر چینی تبار که جیانو وانگ نام دارد، به روزنامه اسرائیلی جروزالم پست گفت که این فرد پس از 6 سال زندگی در اسرائیل به ایران بازگشت و مقامات حکومتی او را به این جرم و با استناد به قانون جدیدی که تصویب شده به 10 سال زندان محکوم کردند و به احتمال قوی او هنوز همچنان در زندان به سر می‌برد. نام این یهودی زندانی برده نشده است. ژیاوواک حدود 6 سال پیش هنگام سفر به ایران به اتهام جاسوسی دستگیر و زندانی شد و ایالات متحده برای آزادی وی ناچار به آزادسازی 2 تن افرادی شد که در دادگاه‌های آمریکایی به جرم نقض قوانین تحریم علیه حکومت ایران و یا جاسوسی به سود آن رژیم زندانی شده بودند. ژیاو وانگ حدود 2 سال پیش به ایالات متحده بازگشت. این تبعه آمریکایی هنگام زندانی بودن در اوین با این زندانی یهودی ایرانی آشنا شد. او گفت که یهودی ایرانی یک فرد بزرگ جسه بوده است. ژیاو وانگ در ادامه گفتگو با روزنامه جروزالم پست افزود که یک ورزشکار ایرانی به نام محمد حیدری در رشته پرورش اندام که زمانی گفته بود که مایل است با ورزشکاران اسرائیلی مسابقه دهد نیز در زندان به سر می‌برد. یادآوری می‌شود که در دوران شاه فقید نیز در گذرنامه‌های همه یهودیان این مهر وجود داشت که دارنده این گذرنامه اجازه سفر به فلسطین را ندارد، ولی این مهر معمولاً مانع سفر یهودیان به سرزمین اسرائیل نمی‌شد. حکومت اسلامی ایران بلافاصله پس از به قدرت رسیدن هر گونه رابطه ای را با اسرائیل قطع کرد که از جمله موجب قطع ارتباط یهودیان ایرانی با افراد خانواده آنها در اسرائیل شد. با این همه در سالهای نخست حکومت اسلامی یهودیان ایرانی به شیوه‌های مختلف موفق شدند برای دیدار به اسرائیل آمده و سپس به ایران بازگردند، ولی هرچه زمان گذشت بر سختگیری‌های حکومت علیه سفر یهودیان افزوده شد و در سال 1390 قانونی در مجلس به تصویب رسید که به موجب آن شهروندان ایرانی که به اسرائیل سفر کنند به 2 تا 5 سال زندان و محرومیت از داشتن گذرنامه محکوم می‌شوند. ممنوعیت سفر یهودیان به اسرائیل یکی از موارد تبعیض علیه این اقلیت دینی در ایران است که آنها را از حق زیارت اماکن مقدس یهودی در سرزمین باستانی ملت یهود محروم می‌سازد. همچنین ارتباط بین حدود 200,000 نفر ایرانی زاده اسرائیلی با خانواده‌های خود در داخل ایران به طور رسمی قطع شده است. به مناسبت فرارسیدن روز جهانی زن، اولیازد شهبانو فرای پهلوی طی پیام ویژه‌ای که خطاب به زنان ایران فرستاد، ضمن اشاره به مبارزات و فداکاری زنان ایران در راه حقوق پایمال شده خود و رسیدن به فردای ایران آزاد گفت: باور دارم که شما زنان ایرانی به زودی جایگاه قصد شده تان را که با این حکومت به تاراج رفته بود باز پس خواهید گرفت. شهبانو فرای پهلوی در بخشی دیگر از پیام خود گفت: روز 8 مارس برای همه بانوان این جهان یادآور روز احقاق حقوقی است که در رابطه با آنان رعایت نشده و هنوز بخشی به همین دلیل این درد مشترک را با هم فریاد می کنند. شهبانو فرای پهلوی افزود: در ایران حدود 100 سال پیش با رهبری رضاشاه بزرگ برای زنان امکان آموزش در دبستانها و دبیرستانها و دانشگاهها فراهم شد و در دوران پادشاهی محمد رضاشاه فقید زنان ایران
حق رأی و انتخاب شدن را به دست آوردند و با تلاش زنان آزاد شده قوانین پیشرفتی زیادی به نفع بانوان به وجود آمد. ایشان ضمن اشاره به این که زنان آزادی ایران تحت هر شرایطی و در طول تاریخ نشان دادند که شایسته این جایگاه ارزشمند هستند، آنان از نخستین روزهای شورش 1357 فریاد ناسزاکاری خود را علیه قوانین زن ستیز و قرون وسطایی رژیم حاکم بر ایران به گوش جهانیان رساندند. تأکید کرد که زنان ایران با تلاش و فداکاری نه تنها در راه حقوق پایمال شده خود، بلکه برای رسیدن به فردای ایران آزاد و پر افتخار پیشاپیش مردانشان به مبارزه پرداختند. شهبانو فرح‌پهلوی در بخش دیگری از پیام خود تأکید کرد که من باور دارم که شما زنان ایرانی به زودی جایگاه قصر شده تان را که با این حکومت به تاراج رفته بازپس خواهید گرفت. ایشان در پایان پیامشان خطاب به زنان ایران زمین گفت: روزهای سربلندی ایران و همه شما زنان شجاع و آزاده نزدیک است و نور بر تاریکی پیروز است. بخش بزرگی از محدودیت‌های اجتماعی و بازرگانی در اسرائیل که به علت شیوع کرونا از مدت‌ها پیش برقرار شده بود، از امروز یک شنبه که نخستین روز کاری در اسرائیل محسوب می‌شود، لغو شد. این تسهیلات شامل فروشگاه‌ها، تئاتر، مراکز فرهنگی و همچنین فعالیت ورزشی و دبستان‌ها و کودکستان‌ها می‌باشد. این مسئله موجب خرسندی اکثر مردم کشور شده، گرچه هشدار داده می‌شود که همه مقررات فواصل اجتماعی باید همچنان رعایت گردد. لغو محدودیت‌ها در حالی اعلام می‌شود که به دنبال واکسیناسیون گسترده افراد از خطر ابتلا کاسته شده و در روزهای اخیر شمار مبتلایان پایین آمده و از مرگ و میر روزانه کاسته شده و همچنین شمار کمتری از بیماران کرونا به دستگاه تنفسی نیاز دارند. با این همه تنها افرادی می‌توانند از این تسلیحات برخوردار شوند که هر دو مرحله واکسن به آنها تزریق شده و یا از بیماری کووید 19 شفا یافتند. افرادی که هنوز واکسینه نشده اند مشمول این تسهیلات نمی شوند. در اسرائیل آنانی که هر دو مرحله واکسیناسیون را گذرانده اند دارای تاییدیه ای هستند که گذرنامه سبز نامیده می شود و به آنان امکان می دهد آزادانه رفت و آمد کنند. در این حال پزشکان می گویند که این افراد نیز باید همچنان ماسک بزنند و مقررات فواصل اجتماعی را رعایت کنند، زیرا خطر ابتلا به طور کامل برطرف نشده است. در مورد سفرهای هوایی نیز تسهیلات عمده‌ای برقرار شده است و آنانی که گذرنامه سبز دارند آزادانه می توانند سفر کنند، ولی مشکل در آن است که کشورهای معدودی وجود دارند که پرواز به اسرائیل را دوباره برقرار کردند و اکثر کشورهای دیگر هنوز حاضر به پذیرفتن اسرائیلیان نیستند. تسهیلات دیگری که اعلام شده تغییر شیوه قرنطینه شدن مسافرین است که وارد اسرائیل می شوند. سخن در واقع از اسرائیلی هایی است که از کشورهای خارجی به وطن باز می گردند. تا کنون این افراد به اتاقهایی در یک هتل منتقل می شدند و ناچار بودند 10 روز در آنجا به صورت قرنطینه باقی بمانند، ولی از این پس آنان با به پابستن یک دستبند الکترونی می توانند به خانه خود بازگردند و 10 روز قرنطینه را در اتاقی در خانه خیش به سر برند. در اسرائیل حدود 90% افرادی که در معرض خطر ابتلا قرار دارند قرنطینه شدند و در میان 10% بقیه افرادی هستند که حاضر و یا مایل به زدن واکسن نیستند. وزارت بهداشت حکومت ایران امروز یک شنبه اعلام کرد که طی شبان روز گذشته 93 تن دیگر از بیماران مبتلا به کرونا جان خود را در ایران از دست دادند که در مقایسه با شبان روز قبل 11 تن بیشتر است. بدین سان مجموع کلی کسانی که بر اثر کرونا در ایران جان باختند به 60,687 تن رسیده است. در شبان روز گذشته 8,010 بیمار جدید مبتلا به کرونا شناسایی شدند که 570 تن آنان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی بستری شدند.
مجموع کل مبتلایان به ویروس کرونا به 1,689,692 تن رسیده است. استاندار استان خوزستان اعلام کرد که روزانه 30 تن در خوزستان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست می دهند. قاسم سلیمانی دشتکی گفت که 290 مورد فوتی در خوزستان یک فاجعه است. وی نگفت که 290 نفر در مدت چند روز جان باختند. استاندار استان خوزستان افزود اکنون در خوزستان روزانه 25 تا 30 مورد مرگ ناشی از ویروس کرونا داریم. بنابراین باید فکری و کاری شود. در حالی آمار جانباختگان روزانه در خوزستان حدود 30 تن اعلام شده که سخنگوی وزارت بهداشت دیروز آمار جانباختگان در کل کشور را در روزهای اخیر حدود 80 تا 82 نفر اعلام کرده است. در همین حال سخنگوی استاد مقابله با کرونا نیز اعلام کرد که ویروس جهش یافته در اکثر استانهای ایران گزارش شده و خطر جایگزین شدن آن با ویروس قبلی وجود دارد. علیرضا رئیسی روز شنبه دیروز گفت که آمار ابتلا به ویروس جهش یافته در استان خوزستان و فوت مبتلایان همچنان بالاست و درباره شیوع گسترده ویروس در استان چهارمحال و بختیاری از استانهای مجاور خوزستان نیز نگرانی هایی وجود دارد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان در ادامه اقامت خود در عراق امروز یک شنبه به اربیل رفت و مورد استقبال گرم مقامات ارشد اقلیم کردستان قرار گرفت. فردا قرار است که پاپ عراق را ترک گوید. رهبر کاتولیک های جهان در ادامه سفر خود به عراق با استقبال رهبران اقلیم کردستان عراق روبرو شد و وارد شهر اربیل گردید. به گزارش سرویس های خبری در کردستان و عراق، رئیس اقلیم کردستان خطاب به پاپ فرانسیس که به اربیل سفر کرده است اعلام کرد که اقلیم کردستان همیشه خواستار صلح و مذاکره است و به آزادی و به تکثرگرایی دینی اعتقاد کامل دارد. مسرور و بارزانی در مراسم استقبال از پاپ اعلام کردند که به نام اقلیم کردستان ورود وی به اربیل را خوش آمد می گویند و این سفر را بسیار تاریخی و مهم و مایه افتخار اقلیم می دانند و معتقدند که همه طیف‌های مختلف قومی و دینی اقلیم به این سفر افتخار می کنند و به آزادی و تکثرگرایی دینی اعتماد کامل دارند. همچنین گفت که بخشش، همزیستی مسالمت‌آمیز و پذیرش دیگران شناسنامه و هویت اقلیم کردستان است. بارزانی تأکید کرد با تمام توان از همزیستی مسالمت آمیز دفاع می کنیم و همیشه خواستار صلح و مذاکره هستیم. در ادامه برنامه های پاپ قرار است وی در استادیوم فرانسا هاریری در اربیل آیین مذهبی برگزار کند. وی فردا به روم باز خواهد گشت. پاپ همچنین در نخستین روز سفر خود به بغداد با مصطفی کاظمی نخست وزیر و بارهام صالح رئیس جمهور این کشور دیدار کرد. پاپ امیدوار است بتواند با دیدار با عالی رتبه ترین روحانی شیعه عراق گفتگوهای بین ادیانی را آغاز کند و قرار است بعداً در مراسم عشای ربانی در استادیوم اربیل حضور پیدا کند که نزدیک به 10,000 نیروی امنیتی برای حفاظت از پاپ اعزام شدند و برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا نیز مقررات منع آمده شد اعلام شده است. پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان جهان که وارد سومین روز اقامت خود در عراق شده است، امروز صبح به اربیل کردستان عراق سفر کرد که مورد استقبال نخست وزیر اقلیم کردستان نشیروان بارزانی و دیگر مقامات اون خطه قرار گرفت. مسیحیان اربیل نیز برای استقبال از پاپ فرانسیس با شعور و شف بسیار در میدان بزرگ شهر حضور گسترده‌ای داشتند. مهمترین نتایج سفر پاپ دیدار دیروزش با آیت الله علی سیستانی رهبر شیعیان عراق بود که جایگاه والایی نزد شیعیان جهان دارد. در پی این دیدار دفتر سیستانی با انتشار بیانیه اعلام کرد او در دیدار با رهبر کاتولیک های جهان بر ضرورت زندگی مسیحیان عراق در صلح و امنیت و برخورداری آنان از همه حقوق اساسی
تأکید کرده است. بسیاری از مسیحیان عراق به خاطر حضور داعش در آن کشور عراق را ترک کردند و بسیاری نیز قربانی شدند. از 1,500,000 مسیحی عراقی که تا سال 2005 در عراق بودند، تنها 300,000 نفر در عراق زندگی می کنند. در بیانیه‌ای که بلافاصله پس از دیدار 50 دقیقه این دو رهبر مذهبی در شهر نجف عراق منتشر شد، همچنین آمده که آیت الله سیستانی از پاپ برای حضورش در نجف شخصا قدردانی کرده است. این دیدار که پشت درهای بسته برگزار شد، به دلیل بی‌سابقه بودن دیدار یک پاپ با یک مرجع شیعه در نجف از سوی ناظران تاریخی توصیف شده است. حدود 1% جمعیت عراق را مسیحیان تشکیل می دهند و آنان در سالهای اخیر قربانی درگیری های خشونت‌آمیز و تروریسم شدند. دیدار پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی که از مدت ها پیش توجه ها را به خود جلب کرده بود، تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شد. سیستانی که 90 ساله است هرگز در مراسم عمومی ظاهر نمی شود و به صورت مکتوب از طریق دفترش به پرسش مقلدان خود پاسخ می دهد. پاپ فرانسیس امروز از اربیل به شهر موسل رفت. او از کلیسای معروف شهر موسل دیدار کرد. پاپ همچنین از دشت نینوا نیز دیدن نمود و دعای عشای ربانی را در کلیسای موسل به جا آورد. پاپ فرانسیس مجدداً به اربیل بازگشت و در استادیوم شهر اربیل دعای عشای ربانی را با حضور هزاران تن از مسیحیان به جا آورد. دیدار پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان با آیت الله علی سیستانی رهبر شیعیان جهان که روز گذشته شنبه انجام شد، در شماره امروز اکثر روزنامه های تهران بازتاب گسترده ای داشت و پیامدهای آن مورد بررسی قرار گرفت. این روزنامه ها علل این دیدار را بسیار مهم دانسته و گامی در راه کاهش تنش بین ادیان و ایجاد دوستی و تفاهم توصیف کردند. ولی روزنامه کیهان تهران که دیدگاه جنای تندرو را بازتاب می‌دهد و سردبیر آن گزینه علی خامنه‌ای است، این سفر را مورد تحقیر و توهین قرار داد. روزنامه کیهان تهران در یادداشتی نوشت: ملاقات پاپ فرانسیس و آیت الله سیستانی، ماجرای ملاقات روح الله خمینی با اسقف هانیبال بوگینی نماینده پاپ ژان پل دوم را به خاطر می‌آورد که اشاره‌ای گذرا به آن خالی از لطف نیست. در آن ملاقات برای پاپ ژان پل دوم پیامی فرستادند که متاسفانه از سوی جناح پاپ بیس پاسخ ماند. در مقابل روزنامه جمهوری اسلامی که در گذشته بیانگر دیدگاه‌های خامنه‌ای بوده، در مقاله اساسی خود به این واقعیت اشاره می‌کند که آیت الله سیستانی بیان که رهبر رسمی یک کشور باشد و بدون داشتن حکومت و ارتش و رسانه‌های تبلیغاتی و شبکه تلویزیونی از چنان قدرتی برخوردار است که رهبر جهان مسیحیت قدم رنجه کرده و به دیدار او در عراق می‌رود. احتمال دارد که روزنامه جمهوری اسلامی در تأکید به این نکته در واقع اشاره‌ای به علی خامنه‌ای دارد که از همه قدرت در ایران برخوردار است و خود را رهبر شیعیان جهان می‌داند. برخی می‌گویند که دیدار پاپ با آیت الله سیستانی در واقع نوعی دهنکجی به علی خامنه‌ای است که ادعا می‌کند رهبر شیعیان جهان است. این حرکت پاپ فرانسیس برای جمهوری اسلامی گران تمام شده است، چرا که حکومت ایران اصرار دارد خامنه ای را به عنوان رهبر مسلمین جهان جا بزند. سخنگوی خامنه ای در ادامه نوشته است: خامنه ای از پاپ پرسیده بود اگر عیسی مسیح الان پیش ما بود، آقای پاپ و سایر رؤسای روحانی احتمالاً این را می دانند که او متصل بشود به کارتر و به شاه و این ملت مظلوم را رها کند. کاخ سفید اعلام کرد انتظار می رود جو بایدن در هفته آینده یک نشست مجازی با رهبران ژاپن، هند و استرالیا را با هدف همکاری درباره مواجهه با چین برگزار کند. به گزارش فاینانشل تایمز، انتخاب برگزاری جلسه با کشورهای عضو شورای گفتگوی امنیتی چهار جانبه از سوی بایدن در اولین نشست خود نشان دهنده از مو برای تقویت دوباره این شورا به عنوان بخشی از سیاست راهبردی او علیه چین است. شورای گفتگوی امنیتی چهار جانبه در سال 2007 بین کشورهای هند، ژاپن، استرالیا و آمریکا و پس از همکاری این کشورها برای کمک رسانی به سونامی اندونزی تشکیل شد، اما بعد به دلیل نگرانی هند و استرالیا از اینکه این شورا چین را تحریک کند بی سر و صدا باقی ماند.
یک نماینده زن در مجلس حکومت را به باد انتقاد گرفت و از گرانی و سوء مدیریت شکایت کرد. او گفت امروز همه مسئولان باید سرشان را پایین بیاندازند و در جیبشان را ببندند و کار کنند. دکتر سارا فلاحی نماینده زن مجلس با ایراد سخنانی انتقادآمیز و طوفانی و کوبنده مجلس حکومت را به توپ بست و هرچه از جانب مردم به او گفته شده بود را با شجاعت بیان کرد. خانم فلاحی گفته است اقتصاد امروز ما مبتنی بر مفتخوری و رانتخوری است. برای نجات پول ملی کدام طرح قابل دفاع را اجرا کردیم؟ وی در ادامه افزود خود دولت و مجلس این اقتصاد را تحریم و زمینگیر کردند. امروز همه مسئولان باید سرشان را پایین بیاندازند و در جیبشان را ببندند و کار کنند، نه اینکه بیت المال را ارث پدر خود بدانند و آن را سمت خانه های غصبی خودشان ببرند. خانم دکتر فلاحی گفت امروزه پشت هر سلطان فساد یک مسئول رد بالا خفته است. تا نابود نشدیم مدیریت و مسئولیت را به اهلش بسپارید و کنار بروید. اقتصادی که امروز مبتنی بر بی‌مسئولیتی و مفت‌خوری است، برای عبور از رنتیریسم فاسد، برای نجات پول ملی، کدام طرح واجد اقلانیت در مجلس و کدام لایحه قابل دفاع از دولت آمده است؟ بپذیریم نمایندگان مردم که خود این اقتصاد را دچار تحریم کرده ایم، بپذیریم که در سایه عدم توجه به داشته‌های درونی، سوء مدیریت، در سایه مشخص نکردن سهم‌پذیری اقتصادمان از جهان و در سایه رقابت‌های کور سیاسی این اقتصاد را با مشکل مواجه کرده ایم. برادران و خواهرانم، امروز ولایت و انقلاب شهدای وطن به سپر نیاز دارند، نه آنکه آنها را سپر اشتباهات و غلطهای سیاسی و اقتصادی خود نماییم. امروز تک تک مسئولین باید سرشان را پایین بیاندازند، جیبهایشان را ببندند و کار بکنند و اگر نمیتوانند مسئولیت را به اهلش واگذارند، نه آنکه بیت المال را مانند ارث پدرانشان به دوش بگیرند و به سمت خانه های غصبی خود ببرند. امروز سرزمین ما بیش از هر زمان دیگری به قاسم های سلیمانی نیاز دارد. شهید ما اگر حاکم بر دل هاست، چون مخلص و بیریا بود، چون جانش در کف دستش بود برای حفظ آبروی مردم، نان که آبروی مردم را سر دستش بگیرد برای حفظ پایه های قدرت خود. امروز دیگر نمیتوان با اسامی مستعار فساد ارضی و اقتصادی را به سلطان هایی نسبت داد که پشت هر کدامشان مسئولی بی مسئولیت است. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی علا رغم تعلل در انجام واکسیناسیون مردم ایران در حاشیه ستاد اقتصادی یزد گفته است تلاش میکنیم واکسنهای تولید داخل را سریعتر به نتیجه برسانیم و ظرف مدتی کوتاه تمام کشور را واکسینه میکنیم. منابع خبری میگویند هنوز حکومت ایران واکسینه کردن مردم را آغاز نکرده است و حتی مسئولان سلامت و کارکنان بیمارستانها، پرستاران که کار درمان و بررسی بر روی بیماری ها را بر عهده دارند واکسینه نشدند. و جهانگیری معاون حسن روحانی مدعی است که در آینده تعداد واکسیناسیون زیاد خواهد بود. درست در کشورهای دیگر مسئله معکوس است. از آنجایی که در اسرائیل هنوز فقط 20% از جمعیت آن کشور در خطر واکسینه نشدن هستند، دولت به تبلیغات گسترده دست داده تا آنها نیز هر چه زودتر به نهادهای بهداشتی برای واکسیناسیون مراجعه کنند. اقلیت کوچکی در اسرائیل اصولاً با واکسیناسیون مخالفند. اسحاق جهانگیری معاون حسن روحانی توضیح نمی‌دهد که تاکنون در ایران چه مقدار و چه تعداد واکسینه شدند و می‌افزاید تلاش می‌کنیم که واکسن‌های تولید داخل را سریع‌تر به نتیجه برسانیم و انشاءالله در ماه‌های آینده آنچنان تعداد واکسیناسیون زیاد خواهد بود که ظرف مدتی کوتاه
تمام کشور را واکسینه می‌کنیم. معاون رئیس جمهور دیروز هم اعلام کرده بود که مذاکره با آمریکا تابع سیاست‌های تعیین شده از سوی علی خامنه‌ای رهبر است. اما برای مذاکره باید ابتدا تحریم‌ها لغو شوند. این چندمین بار است که معاون حسن روحانی و دیگر مقامات رژیم خواستار لغو تحریم‌ها پیش از هر اقدام دیگری هستند. علی خامنه‌ای گفته بود به جای اینکه تلاش کنید آمریکا به برجام بازگردد، راه‌های را بیابید که بتوانیم تحریم‌ها را دور بزنیم. مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به دنبال جلسه‌ای که از شب قبل آغاز شده بود، لایحه کمک 1900 میلیارد دلاری را تصویب کرد که دولت جو بایدن برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید 19 پیشنهاد کرده بود. این لایحه با آراء 50 رأی موافق در مقابل 49 رأی مخالف و با رأی مثبت تمامی سناتورهای دموکرات و بدون حمایت سناتورهای جمهوری‌خواه به تصویب رسید. تصویب این لایحه که یکی از بزرگترین لایحه‌های محرک اقتصادی در تاریخ آمریکا است، یک پیروزی بزرگ برای دولت بایدن به شمار می‌رود. این لایحه اکنون برای تصویب نهایی روانه مجلس نمایندگان شده است که دموکرات‌ها در آن اکثریت لازم را برای تصویب لایحه دارند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا ابراز امیدواری کرد که این لایحه فوراً به تصویب مجلس نمایندگان نیز برسد تا بتواند آن را امضا کرده و ارسال چک‌های 1400 دلاری به شهروندان آمریکایی در همین ماه مارس آغاز شود. رئیس جمهوری آمریکا در یک پیام ویدئویی نیز ضمن تقدیر از تصویب لایحه کمک دولت برای مقابله با پیامدهای اقتصادی همه‌گیری کووید 19 در سنا گفت: 45 روز پیش که دولت من آغاز به کار کرد، وعده دادم کمک در راه است. امروز گامی بزرگ در این راه برداشتیم. آسان نبود، اما به شدت به آن نیاز داشتیم. حدود 350 میلیارد دلار هم قرار است به ایالت‌ها و دولت‌های محلی تعلق گیرد که همه‌گیری کووید 19 ضربه سختی به بودجه آنها وارد آورده است. مدعیان دور زدن تحریم‌ها یک بشکه نفت هم نفروختند. این مطلب را اسحاق جهانگیری در توضیح شرایط اقتصادی ایران عنوان کرده است. معاون حسن روحانی گفت یکی از حاضران در این جلسه ادعا کرده بود کسی را می‌شناسد که می‌تواند روزانه 2 میلیون بشکه نفت بفروشد، اما همه فقط مدعی بودند و نتوانستند حتی یک بشکه نفت بفروشند. وی در ادامه سخنانش گفت با قاطعیت می‌توانم بگویم هیچ کشوری از دوستان شفیق و نزدیک ایران و دیگران به طور رسمی از ما نفت خریداری نکردند. بر اساس آمارهای رسمی انتشار یافته، تنها در سال گذشته میلادی به صورت رسمی نفت از ایران خریده، اما آمارهای گمرکی چین نشان می‌دهد که میزان خرید روزانه آن از ایران کمتر از 80 هزار بشکه نفت بوده است. پیشتر خبرگزاری رویترز گزارش داد که بخشی از نفت ایران از راه‌های پنهانی و تغییر اسناد به عنوان نفت اندونزی و مالزی راهی چین می شود. اندونزی ماه گذشته 2 نفتکش را که به صورت غیرقانونی نفت ایران را در آبهای این کشور به همدیگر منتقل می کردند توقیف کرد. بخشی از نفت ایران نیز راهی ونزوئلا و سوریه می شود. آمارهای شرکت اطلاعات انرژی که خدمات ردیابی نفتکشان نیز ارائه می کند حاکی است که متوسط صادرات روزانه نفت ایران در سال گذشته میلادی حدود 320 هزار بشکه بوده است. این هم در حالی گفته می شود که در بودجه سال 99 خورشیدی سال جاری روزانه 1.5 میلیون بشکه نفت گنجانده شده است. این در حالی است که برخی مقامات رژیم ادعا می‌کردند که رژیم در این شیوه پیروز شده است.
ولی اینک جهانگیری میگوید اینا همه دروغ میگویند ولی وارد خزانه دولت نشده است. در پنجمین روز از اعتراض به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشتی و افزایش نرخ دلار در لبنان، معترضان در شماری از شهرهای این کشور جاده ها و معابر را مسدود کردند. به گزارش رویترز، حسن دیاب کفیل نخست وزیری هشدار داد که لبنان در خطر است و اگر دولت جدید به زودی در لبنان تشکیل نشود او چاره جز کنار رفتن نخواهد داشت. رویترز میگوید دور تازه اعتراضات از سه‌شنبه گذشته و به دنبال کاهش بی‌سابقه ارزش پول ملی لبنان در برابر ارزهای خارجی از جمله دلار آغاز شده است. شماری از معترضان دیروز در برابر پارلمان لبنان در مرکز بیروت تجمع کردند و شماری دیگر با آتش زدن لاستیک و سطل زباله خیابان‌ها و مسیر عبور و مرور را مسدود کردند. گزارش‌های در خصوص اعتراضات در شهرهای مختلف لبنان نیز منتشر شده است. بحران اقتصادی لبنان که از سال 2019 آغاز شده است، تأثیر مستقیمی بر افزایش بیکاری در کشور داشته است. رویترز می‌گوید تشکیل دولت جدید در لبنان شاید بتواند به حل مشکلات کنونی در لبنان کمک کند. لبنان طی دو سال اخیر همزمان با تشدید بحران اقتصادی شاهد بی‌ثباتی سیاسی نیز بوده است. انفجار عظیم در نیمه تابستان در بندر بیروت و خسارات ناشی از این حادثه در ارزیابی‌های اولیه بین 10 تا 15 میلیارد دلار برآورد شد و این در حالی است که لبنان از مدت‌ها قبل با چالش بحران اقتصادی درگیر بود. پیامدهای سیاسی و اقتصادی این انفجار در مرداد ماه سال جاری باعث شد تا حسن دیاب مجبور به استعفا شود. او کابینه خود را در نیماه 98 تشکیل داده بود اما در پی انفجار عظیم در بندر بیروت از مقام خود کناره گرفت. سعد حریری نخست وزیر سابق لبنان یک سال پس از کناره گیری در مهر ماه سال جاری پس از رأی مثبت پارلمان، میشل اون رئیس جمهوری لبنان از سعد حریری خواست که کابینه را تشکیل دهد. رویترز میگوید اما سعد حریری به دلیل اختلاف سیاسی با میشل اون هنوز نتوانسته از کابینه خود را معرفی کند. امروز نیز بازنشستگان سراسر کشور به خاطر شرایط سخت معیشتی و فرو رفتن کارکنان بازنشسته زیر خط فقر در تهران و شهرهای دیگر دست به تجمع زدند. ماموران رژیم برخی از اعتراض کنندگان را بازداشت کردند. طبق گزارش ها تجمع سراسری بازنشستگان تامین اجتماعی در شهرهای مختلف کشور دوباره برگزار شد و طبق گزارش های اولیه امروز یک شنبه تظاهرکنندگان و بازنشستگان که اغلب سالمند هستند برخوردهایی با ماموران داشتند و تعداد نامعلومی از تظاهرکنندگان نیز دستگیر و روانه زندان شدند. تظاهرکنندگان در برابر ساختمان وزارت کار تجمع کرده بودند و نسبت به گرانی سرسام‌آور هزینه زندگی و عدم تعادل بین حقوق‌ها و هزینه‌ها اعتراض کردند. فضا در مقابل ساختمان وزارت کار نیز امنیتی گزارش شده است. بعد تا لحظه نگارش خبر آماری از تعداد دستگیر شدگان پخش نشده است. در این رابطه خبرگزاری ایلنا تنها گزارش داد که تجمع‌های روز یک شنبه علاوه بر تهران در کرمانشاه، تبریز و مشهد نیز شکل گرفته است. عکس‌ها و تصاویری نیز از این تجمع‌ها در بهشهر، اردبیل، اصفهان و سایر شهرهای کشور در جریان انتشار در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی است. تظاهرکنندگان در این تجمعها شعار می‌دادند حاصل کار دولت غارت پول ملت، گرانی، تورم برای جان مردم، فریاد فریاد از این همه بیداد. بازنشستگان تامین اجتماعی در حالی به حقوق و مستمری ناچیز خود اعتراض می‌کنند که بر طبق قیمت‌گیری استانی و کشوری از 33 قلم کارای موجود
در سبد معیشت خانوار ایرانی خط فقر در کشور 9,200,000 تومان ارزیابی می شود. روزنامه جروزالم پست از اصابت چند موشک بالستیک به تاسیسات نفتی در شمال سوریه خبر داد. این حادثه پریشب جمعه رخ داده است. روزنامه اسرائیلی میگوید بسیاری احتمال میدهند روسیه و نیروهای رژیم بشار اسد عامل این حمله بودند و هدف آن ایجاد اختلال در تجارت نفت به وسیله گروه‌های سوریه مورد حمایت ترکیه بوده است. خبرگزاری آناتولی میگوید در دو حمله موشکی به منطقه ترهین در شمال شرقی شهرستان الباب و منطقه همران شهرستان جرابلس سوریه 3 نفر کشته و 28 غیر نظامی مجروح شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقل در لندن شمال قربانیان را دست کم 4 نفر گزارش کرده است. منطقه‌ای که هدف قرار گرفته در نزدیکی مرز ترکیه قرار دارد. در ویدئویی که شنبه دیروز در فضای مجازی منتشر شد و خبرگزاری آناتولی هم آن را بازنشر کرد، صدای انفجارهای پیاپی شنیده و سوختن تانکرها و مخزنهای مواد نفتی مشاهده می شود. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن می گوید حمله اخیر به وسیله موشک های پرتاب شده از روی کشتی های جنگی روسیه در مدیترانه انجام شده و بر اثر آن بخش بزرگی از یک پالایشگاه تحت کنترل شورشیان سوری تخریب شده است. روسیه و نیروهای پشتیبان رژیم بشار اسد تاکنون مسئولیت هیچ یک از حمله ها به تاسیسات نفتی در شمال سوریه و اطراف استان حلب در ماه‌های اخیر را بر عهده نگرفتند. جنگ داخلی سوریه به زودی 10 ساله می شود. این جنگ تاکنون 100,000 قربانی داشته و با آوارگی نزدیک به 8,000,000 نفر در داخل و خارج از سوریه منجر شده است. برخی مقامات رژیم ایران گفتند که ماموران ارتش ایرانی موفق به مهار یک آتش‌سوزی در گذرگاه مرزی ابونصر فراهانی با افغانستان شدند. ابوالحسن میرجلیلی رئیس مدیریت بحران استانداری استان خراسان جنوبی به خبرگزاری‌ها در تهران گفته است که حکومت ایران 10 تیم از ماموران خود را برای خاموش کردن آن اعزام کرد و آتش بعد از 6.5 ساعت تلاش مهار شد و گفت کسی در این حادثه آسیبی ندید. علت دومین آتش‌سوزی در مرزهای ایران و افغانستان معلوم نیست. او گفته است که در این حادثه به اموال تاجران ایران و افغان در مرز دو کشور خسارت جدی وارد نشده است. پیشتر مدیر پایانه مرزی ماهیرود گفته بود 3 تانکر 15 تنی آتش گرفته است. علت آتش‌سوزی دومین بار در مرزهای ایران و افغانستان هنوز روشن نیست. سه هفته پیش در یک آتش‌سوزی مهیب در پست گمرکی اسلام‌قلعه در مرز دو کشور که با انفجار صدها تانکر نفت همراه بود حدود 60 تن زخمی شدند و این حادثه میلیون‌ها دلار خسارت به بار آورد. تلویزیون دولتی عربستان خبر از انهدام 10 پهپاد نظامی حوثی‌ها توسط ائتلاف نظامی به رهبری این کشور در جنگ یمن داده است. همین منبع خبری گفته است که هدف 5 پهپاد منهدم شده مؤسسات غیر نظامی در خاک عربستان بوده است. جنگ یمن به رغم تلاش‌های ایالات متحده آمریکا و سازمان ملل متحد همچنان ادامه دارد. منابع دولتی عربستان در روزهای شنبه و امروز خبر از حملات پهپادی شورشیان حوثی دادند. تلویزیون دولتی عربستان در گزارش خود خبر از خنثی کردن این حملات توسط ائتلاف نظامی تحت رهبری خود در جنگ یمن داده است. در گزارش خبرگزاری رویترز که متکی بر اطلاعات منتشر شده از سوی کانال دولتی تلویزیون عربستان است آمده است که 10 پهپاد متعلق به شورشیان حوثی در جریان این عملیات منهدم شدند. افزون بر آن گفته شده است که هدف 5 پهپاد مؤسسات و مراکز غیر نظامی در خاک عربستان بوده است. تلویزیون دولتی عربستان توضیحی پیرامون اهداف احتمالی این حملات پهپادی نداده است.
از سوی دیگر گفته می شود که اقدام دولت بایدن برای خروج شورشیان حوثی از لیست سازمان‌های تروریستی سبب گستاخی این گروه شده و بر حملات خود به عربستان و ادامه جنگ در یمن افزودند. در شهر مارب یمن نیز درگیری‌ها میان شورشیان حوثی و گروه ائتلاف برای به رهبری عربستان شدید است. حوثی‌ها برای تصرف این شهر تلاش می‌کنند و در درگیری‌های اخیر مارب 90 تن کشته و گروه کثیری زخمی شدند. لوان جغریان سفیر روسی در تهران پاسخ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور آن کشور به علی خامنه‌ای را به علی اکبر ولایتی مشاور بین‌المللی او تحویل داده است. پیشتر رهبر رژیم از طریق محمد باقر قالیباف رئیس مجلس که به مسکو سفر می‌کرد پیامی کتبی برای ولادیمیر پوتین فرستاده بود. رئیس جمهور روسیه وقت ملاقات با قالیباف نداد و در نهایت این پیام حکومت به مأموری داده شده که پوتین تعیین کرده بود. علی خامنه‌ای اهمیت ویژه‌ای برای روابط و مناسبات خود با چین و روسیه قائل است و تاکنون پیام‌های مکتوبی از طریق فرستادگان خود به رؤسا آن کشور فرستاده است. رژیم کنونی و بنیانگذارش روح الله خمینی با شعار نه شرقی نه غربی بر ایران حاکم شدند و در طول 42 سال گذشته نیز عملیات خشونتبار و تروریستی را با اشغال سفارت ایالات متحده آمریکا در تهران آغاز کردند و را توسعه دادند و روابط و مناسبات خود را با کشورهای بلوک شرق گسترش بخشیدند. نه متن پیام علی خامنه‌ای و نه متن پاسخ ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه افشا نشده است و معلوم است که دو طرف چه مسائلی را عنوان کردند و چه نکات سیاسی و اقتصادی دو حکومت را مورد بحث قرار دادند. سازمان بهداشت جهانی برای نخستین بار هفته گذشته توانست تعداد محدودی دوز واکسن از سهمیه کوواکس را به غنا در ساحل عاج و کولومبیا بدهد. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای مسئله این است که کشورهای ثروتمند همچنان دوست ندارند ذخیره واکسن‌هایشان را به کشورهای نیازمند ببخشند. به عنوان مثال کشورهای اروپایی بر صادرات واکسن مقرراتی اعمال کردند تا واکسنی از کشورشان پا بیرون نگذارد. تدرس آدانوم به شرکت‌های داروسازی اطمینان خاطر داد که امتیازات آنان اقدام به خطر نمی‌افتد، اما کشورهای اروپایی و آمریکا به گفته فدراسیون بین‌المللی تولیدکنندگان دارو در سوئیس استناد می‌کنند که می‌گوید جلوگیری از درآمد داشتن شرکت‌های داروسازی آنان را از تمایل به نوآوری برای تولید دارو باز می‌دارد. حال چشم امید به جلسه سازمان تجارت جهانی است، اما آنطور که از قرائن برمی‌آید بیشتر جهان باید همچنان در انتظار واکسن کرونا بماند. جلسه سازمان تجارت جهانی به مناسبت گذشتن یک سال از اعلام کووید 19 به عنوان همه‌گیری جهانی با محوریت احتمال معافیت از حق مالکیت فکری شرکت‌های تولیدکننده واکسن کرونا طی روزهای آینده برگزار می‌شود. در میانه تلاش کشورهای کم درآمد برای دریافت شیوه ساخت واکسن کرونا از شرکت‌های بزرگ داروسازی، روزنامه گاردین در گزارشی به فروش هنگفت چند میلیارد دلاری چند شرکت تولیدکننده واکسن کرونا پرداخته است. متن کامل و مشروع این گزارش‌ها و خبرهای دیگری را درباره ایران، اسرائیل و اموری که به هر دو کشور مربوط می‌شود، می‌توانید در وبسایت رادیو پیام اسرائیل به نشانی radis.org مطالعه کنید. پیش از خداحافظی با شما یادآوری می‌کنیم که تلویزیون ایران آریایی که بازتاب دهنده آرمان‌های ملی ایرانیان است و در راه آزادی این سرزمین پیکار می‌کند، هر روز برنامه خبری ما را 3 بار در ساعات مختلف پخش می کند که نخستین آن ساعت 8 بامداد به وقت کالیفرنیا می باشد. برنامه خبری ما را در هر لحظه از شبانه روز که مایل باشید می توانید از طریق تلفن همراه خود و یا اینترنت بشنوید.
توصیه می‌کنیم اپلیکیشن ما را در تلفن دستی خود نصب کنید تا هر روز با فشار یک دکمه بتوانید برنامه ما را گوش کنید. برای نصب اپلیکیشن ما وارد اپ استور تلفن دستی خود شوید و به فارسی یا به خط انگلیسی بنویسید رادیو پیام اسرائیل. همچنین صدای ما را در همه شبکه‌های اجتماعی از فیسبوک تا توییتر و از تلگرام تا اینستاگرام می توانید بشنوید. نشانی وبسایت ما از این قرار است: radis.org. نشانی ما به خط لاتین این گونه نوشته می شود: RADIS. تکرار می کنم: RADIS. پاینده ایران، جاوید اسرائیل.